درود فراوان به همه ایران دوستان عزیز. من آناشید، گوینده اخبار رودست، در خدمت شما هستم. آتش زدن منزل سه نماینده پارلمان عراق، برخورد یورش معترضان به ساختمان استانداری کربلا و بصره. معترضان عراقی روز سه‌شنبه منزل سه نماینده پارلمان عراق در شهرستان شطره در استان زیقار در جنوب کشور را آتش زدند. به گزارش ایسنا، یک منبع امنیتی عراق گفت معترضان منازل نمایندگان ناجی السعیدی از ائتلاف سائرون وابسته به مقتدا صدر و منی القرابی از ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، زینب الخضرجی از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی را آتش زدند. به گفته این منبع این حملات و آتش سوزی ها تلفات جانی نداشته و همچنین تیم اطفای حریق در حال خاموش کردن آتش هستند. شهرستان الشطره صحنه درگیری های خشونت آمیز در جریان تظاهرات این چند روزه بوده است. همچنین شب دوشنبه سه معترض در همین شهرستان کشته شدند. آنها قصد داشتند به منزل حمید القصدی منشی کابینه یورش ببرند. اروپایی ها متوجه مسیر اشتباهی ایران شدند. وزیر امور خارجه آمریکا به رونمایی نسل جدید سنتریفیوژ ها در ایران در آستانه گام چهارم کاهش تهدیدات برجامی کشورمان واکنش نشان داده و آن را باج‌هایی از غرب تلقی کرده است. به گزارش ایسنا، مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس بیزنس درباره رونمایی نسل جدید سنتریفیوژ ها در ایران گفت به نظرم اروپایی‌ها به تازگی متوجه شده اند که ایران در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند. پامپئو در ادامه مدعی شد به نظر من اروپایی‌ها به این درک رسیدند که واقعیت را آنگونه که هست ببینند، یعنی حکومتی که هدفش استفاده از مواد هسته‌ای برای اخاذی پول از غرب و اروپا است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت من می‌دانم که اروپایی‌ها از این بابت نگران هستند و امیدوارم آنها به کمپین فشار حداکثری ما بپیوندند. ایران نقشه‌های مهمی در توسعه توانمندی‌های مقاومت داشته است. جنبش حماس اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران بیشترین نقشه را در توسعه توانمندی‌های مقاومت در نوار غزه داشته است. به گزارش اعتماد آنلاین، رسانه‌های فلسطینی به نقل از یحیی السنوار، رهبر جنبش جهاد اسلامی فلسطین در نوار غزه اعلام کردند. حماس در سایه انتقال فناوری از سوی جمهوری اسلامی ایران به نیروهای مقاومت در غزه امروز به قدرت دست یافته که اشغالگران اسرائیلی از آن در هراسند. این رهبر فلسطینی که در مراسم ویژه جوانان در نوار غزه سخنرانی می‌کرد افسود امروز مقاومت فلسطین در نوار غزه صدها تونل و اتاق‌های کنترل در زیر زمین دارد. همچنین ما موشک‌های ضد زره را بومسازی کرده ایم و قادر هستیم در مقابل تانک‌های دشمن مقاومت کرده و آنها را به تلی از آهن تبدیل کنیم. شکست برجام عواقب خطرناکی برای امنیت جهان دارد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس گفت تصمیم ایران به کاهش اجرای برخی از تعهدات خود در برجام با هدف دادن فرصت کافی به دیگر اعضا برای اجرای تعهداتشان گرفته شده است. چرا که شکست برجام عواقب خطرناکی برای امنیت جهانی در پی خواهد داشت. به گزارش ایرنا، حمید بعیدی نژاد روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبری اسکای افسود سایر طرف‌های عضو برجام پس از خروج آمریکا از این معاهده نتوانستند به تعهد خود پایبند باشند و در مقابل ایران به انجام اقداماتی متوسل شد که این توافق از بین نرود. وی ادامه داد ما برخی از تعهدات خود را بر اساس متن توافق کاهش داده ایم. سفیر ایران در انگلیس در خصوص اینکه کاهش تعهدات روش مناسبی برای متقاعد کردن طرف مقابل است سناریو را در این زمینه مطرح کرد و گفت یا باید سکوت کنیم به اجرای تعهداتمان فارغ از اینکه طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کند پایبند باشیم که این سناریو چندان پایدار نیست. سناریوی دوم این است که ایران از توافق خارج و آن را لغو کند و سناریوی سوم هم این است که ایران در واکنش به فقدان اجرای کامل تعهدات طرف مقابل تعهداتش را کاهش دهد. وی تصریح کرد ما تلاش می‌کنیم که برجام به طور کامل از بین نرود با
امیدوار این طرف مقابل به اجرای تعهدات خود بازگردد. 15 کشته در حمله مسلحانه به جنوب تایلند. مقامات امنیتی تایلند امروز چهارشنبه گزارش دادند در حمله‌ای که به نظر می‌رسد توسط شورشیان جدایی طلب در جنوب این کشور صورت گرفته، دست کم 15 تن جان خود را از دست دادند. به گزارش ایسنا در این حمله 15 تن از جمله یک افسر پلیس و بسیاری از نیروهای داوطلب دفاعی روستایی کشته شدند. به گفته مقامات تایلند این بدترین حمله در طول چند سال گذشته به منطقه ای است که در آن هزاران تن کشته شدند. به گزارش رویترز، عاملان حمله به استان یالا واقع در جنوب تایلند حمله کرده و برای آنکه ورود نیروهای امنیتی به منطقه را با تأخیر روبرو کنند، بر سطح جاده ها میخ ریختند. سخنگوی امنیتی منطقه اعلام کرد، احتمال داده می شود این حمله کار گروه های جدایی طلب در جنوب باشد. این یکی از بدترین حملات در سالهای گذشته محسوب می شود. ممنونم که با ما همراه بودیم. اگه به بخش خبری ما علاقه مند هستین، کانال دوم رودست رو سابسکرایب کنید. پاینده باشید.